سلام دوستان و همراهان ارجمند، بیایید که امروز با فرهنگ کشور دوست و همسایه آشنا شویم. بیایید 10 تا از کارهای ممنوع را در ایران به بررسی بگیریم. اگر شهروند اسرائیل هستید، آیا قبلا به این کشور سفر کرده اید و در پاسپورتتان مهر اسرائیل خورده، بهتر است در همین ابتدا خیالتان را راحت کنم. شما اجازه ندارید وارد ایران شوید. و اگر این که شما شهروند ایران هستید و قبلا به اسرائیل سفر کرده اید، بهتر است خیال سفر به ایران را نداشته باشید، چون به محض ورود به جرم جاسوسی از 3 تا 5 سال زندانیتان خواهند کرد. شماهایی که پیرو آیین بهایی می باشید، بهتر است به ایران سفر نکنید. و اگر اصرار دارید که باید به ایران بروید، بهتر است تقیه نموده و اعتقادتان را برملا نسازید، وگرنه قسم دیگری با شما برخورد خواهند کرد. باید بدانید که بهایی ها در ایران به نام گروه منحرف و ضاله یاد می شوند، چون بر اساس فتوای مراجع تقلید در ایران بهایی ها را نجس می دانند و با آنها معاشرت ممنوع می باشد. از دست بهایی ها غذا نمی خورند، از وسایلی که آنها استفاده کرده اند کسی استفاده نمی کند. بهایی ها حق وارد شدن به دانشگاه و تحصیلات عالی را نیز ندارند. لااقل کوشش کنید در ایران از دنیا نروید، چون امکان دارد در قبر نیز راحتتان نگذارند. در ایران نباید بدحجابی کنید. متوجه باشید که در ایران حجاب اجباری است. پلیس و گشت و ارشاد با زنان بی حجاب و بدحجاب برخورد جدی می کند و در بیشتر موارد برای تنبیه آنان را روانه زندان می سازند. اگر مرد هستید و با یک خانم سفر می کنید که هنوز پیوند زناشوییتان را رسمی نساخته اید، نمی توانید در ایران در یک اتاق اقامت داشته باشید. همچنان متوجه باشید که در پارک ها و مکان های خلوت با هم صحبت ننمایید، که برایتان دردسرساز خواهد شد. و اگر در چنین حالتی پلیس شما را دید، باید خودتان را آماده سوال های فوق خصوصی کنید. از شما به صورت جداگانه سوالهای خصوصی خواهند پرسید تا مطمئن شوند که خیالهای مبتذل نداشته اید. توجه داشته باشید که در ایران خلیج فارس را هرگز خلیج عربی یاد نکنید. ایرانی ها با این کلمه زیاد حساسند و اصلا دوست ندارند خلیجشان را به نام عرب ها یاد کنند. از اسرائیل، امریکا، انگلستان و مخصوصا عربستان سعودی تعریف نکنید. مردم و دولت ایران از این کشورها نفرت دارند. آنها در هر تجمعی و در هر مناسبتی بر علیه این کشورها شعار می دهند و آرزوی نابودیشان را دارند. اگر یک خانم هستید، متوجه باشید که هرگز وارد ورزشگاه نشوید. در ایران هیچ زنی حق ندارد برای تماشای فوتبال وارد محوطه ورزشگاه شود. خیلی از دخترهای ایرانی با تغییر قیافه و پوشیدن لباس پسرانه تلاش کردند به صورت مخفیانه وارد ورزشگاه شوند، اما در اکثر موارد پلیس بازداشتشان کرده و مانع ورودشان گردیده است. در صورتی که قبلا آوازخوان و یا بازیگر سینما بوده اید و در ساختن آهنگها و فیلمهای غیر مجاز نقش داشته اید نیز هرگز به ایران سفر نکنید. این قبیل اشخاص حق ندارند وارد خاک ایران شوند. و اگر به صورت مخفیانه وارد ایران شده اید، هرگز و ابدا محفل موسیقی برگزار نکنید و یا در این گونه محافل نباید شرکت کنید. اگر در ماه رمضان به ایران سفر میکنید، متوجه باشید که در مکانهای عمومی نه چیزی بخورید و نه چیزی بنوشید. آنانی که در ملای عام روزخوری میکنند را مطابق شریعت اسلام مجازات خواهند کرد. اگر غیر مسلمان هستید، هرگز عاشق یک ایرانی نشوید. غیر مسلمان ها تا اسلام نیاورده اند، مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران حق ندارند با یک پسر و یا یک دختر ایرانی ازدواج کنند. و بالاخره یادتان نرود که در ایران آزادی بیان وجود ندارد. پس متوجه باشید که هرگز برخلاف نظام حرفی نزنید و نام رهبران مذهبی ایران را سبک یاد نکنید. در ایران هیچ رسانه ای آزاد نیست و تمام رسانه های تصویری و چاپی به شدت کنترل می شوند. روزتان خوش و خدا نگهدارتان.